بسم الله الرحمن الرحیم. روز قبلی پروژه خود را بخش سروایسیس را به این شکل کار کردیم. این قسمتی در پروژه اضافه کردیم به نام سروایسیس که در ابتدا یک دیو را با شکل کانتینر ساختیم و داخل از اون عنوان از نوع H2 قرار دادیم و یک پاراگراف را. پایین تر از اون تقسیم بندی را قسمی که انجام دادیم، در ابتدا یک کل MD6 گرفتیم و بعدا داخل از کل MD6 دو تا دیو دیگه را با کل MD2 و کل MD10 ساختیم که در قسمت کل MD2 یک آیکن قرار دادیم و در قسمت کل MD10 یک عنوان، تایتل و با یک پاراگراف. و همین کار را 6 بار کپی کردیم یا تکرار کردیم که به این شکل حالت را فعلا داریم. بازم در این قسمت رسیده بودیم تا به این که زمان هوور شوه، یعنی کرسر ماوز ما به روی یک از قسمت ها یا روی یک از قطعات به شکل باکس شادو به خود میگیره. ما میریم امروز کار میکنیم، یعنی زمانی که کرسر ماوز روی یک از قسمت ها آمد، رنگ خود عنوان هم تبدیل میشه و یک باکس شادوی را هم به خود میگیره، اطرافش یک سایه پردازی را میگیره به خود. از این قسمت ما باید تشخیص بدیم کرسر ماوس دقیقاً در کدام قسمت میه که ما برای همو یک کلاس تعریف بکنیم، درست؟ اگر دقت بکنید در روی نمونه‌ای که کار کردیم، کرسر ماوس ما دقیقاً میه در روی دیوی که یا در روی ساحه‌ای که هم داخلش مثلا آیکن هست، هم عنوان ها هست و هم پاراگراف هست که ما برای از یک background white یا bg white تعریف کرده بودیم، یعنی زمانی که کرسر ماوس آمد روی bg white باکس شادو به خود بگیره. بله، میتونیم از BG White کار بگیریم. اگر در این قسمت دقت کنیم، کلاس BG White را برای از این دیو تعریف کردیم. دیو را داریم داخل کل MD6 ها. کل MD6 در این قسمت شروع شده و داخلش ما یک تا دیو داریم با کلاس به نام BG White. و حالا میم توسط همین کلاس BG White یا میتونید جدا از خودتان یک نام دیگه ای را تعریف بکنید، یک استایل خاص را برای از این تعریف بکنید در قسمت CSS. بازم در قسمت CSS انتخاب میکنیم کلاس BG White را برای از باکس شادو تعریف میکنیم. البته BG White چه زمان باکس شادو داشته باشه؟ زمانی که هوور میشه، یعنی کرسر ماوز ما رویش قرار میگیره. جان اگه داریم باز مشکل ساز میشه. بله، در صورت که دیگه جای استفاده کرده باشین باید یک کلاس دیگه ای را تعریف بکنید برای هر کدام از اینا دانه دانه. خب از این قسمت شروع شده بود کلاس رو و بی جی وایت. حالا بی جی وایت نه، یک کلاس دیگه ای را تعریف میکنیم، مثلا سروایس. سروایس بی جی ماندیم، درست؟ نام کلاسش شد سروایس بی جی رو کلیم دی دو، درست است؟ بازم در پایینتر در این قسمت کلاسه به نام سروایس بی جی، در این قسمت هم کلاس تعریف کنیم به نام سروایس بی جی و در این قسمت هم به می شکل در قطعه بعدی و یکی مانده. جان؟ سروایس بی جی فرق نمی کنه، حالا یک نام کلاس هست. کپی گرفتیم همین نام کلاس را و ایرا میمیم در قسمت CSS به جای بی جی وایت میتونیم از این نام کار بگیریم، سروایس بی جی. یک نام است، فرق نمیکنه لا هر چی که بود. میتونیم برای یک باکس شادو تعریف بکنیم. خود باکس شادو یک پراپرتی از CSS هست که چند تا ولیو یا چند قیمت رو میگرفت. یکی ولیو نظر به محور X میگرفت، یک ولیو هم نظر به محور Y که موقعیت یا همون شکل سایه پردازیش به کجا باشه. قیمت اولیه ای را که میتین نظر به محور X است، قیمت دومی نظر به محور Y و قیمت سومی میشه مقدار بلور ازی، مقدار پاشیدگی ازی سایه پردازی. مثلا قیمت میتین حدود 15 پیکسل شکل یا مقدار سایه پردازی ازی باشه و رنگ خود سایه پردازی به چه شکل باشه. فعلا هم انتخاب میکنیم مثلا بلک را. اگه ما به این باکس های خود را ببینیم به این شکل یک سایه پردازی را گرفته تمامشون. و البته اینو میگیم زمانی سایه پردازی بگیره که کرسر ماوز ما رویش اومد، یعنی هوور شد به این شکل یک سایه پردازی را به خود بگیره. البته رنگ سیاه هم نه، یک رنگ خاکستری شکل انتخاب بکنیم بهتر است. یک بار اینسپکت المنت کردیم در این قسمت و باکس شادو را که تعریف کردیم رنگش بلک نباشه بلکه تقریبا این رنگ باشه بهتر است. Ctrl C. به جای
رنگ بلک میتونیم از رنگ کار بگیریم و البته این رنگ زمانی قابل دید باشه که ما کارسر ماوس خود را هوور کردیم. services pg.hover دو صورت رنگش یا با اون شکل سایه پردازی را به خود بگیریم. و خوب است یک کار دیگه بکنیم، زمانی که کارسر ماوس روی از این آمد خود background یا در حقیقت کالر عنوان ما هم تغییر بخوره. یعنی زمانی که کارسر ماوس روی همون قسمت service pg یا div service pg آمد، background کالر یا خود کالر از عنوان تغییر بخوره. این چه قسمی باید انجام بدیم؟ بازم در این قسمت service pg یا نام کلاس را که داشتیم با همون اسپیل که البته در بالا استفاده کردیم سرایس ویش مانده service pg.hover و حالا باید چی را انتخاب بکنیم؟ یعنی زمانی که hover شد h1 را h2 بود فکر کنیم یا h3s h3 را چه کار بکنه؟ رنگش را تغییر بده کالر یا رنگ از ایره مثلا تبدیل بکنه به رنگ بلو. سفر سفر اف این را بازم نگرفت بخود جان؟ بله میشه امپورتند بکنیم. در این قسمت رنگ را که ما تعریف کردیم نگرفته، میشه از امپورتند کار بگیریم تا به شکل اجباری همون رنگ را بخود بگیره. و حالی زمانی که کارسر ماوس هوور میشه رنگ ازی میشه رنگ بلو یا 00F که کد هگزادسیمال سرویسز هست. با ادامه از او البته اینجا باز در قسمت رنگایش زیاد کار کرده، خیلی همخوانی داره بگراند با این قسمت، ولی شما میشه بگراند از زیر تغییر بتین و به این شکل یک مقدار خود عنوان ها اندازش بزرگتر است، میشه یک مقدار کوچکتر بسازیم تا همون نظم خود یا دیزاین خود حفظ بکنه. بر صورت پایین تر از او بازم به این شکل قسمت را داریم به نام پروتفیلو که ترکیب از تصاویر هست و تعداد زیادی از تصاویر را داریم. میم همین قسمت را کار میکنیم، دوباره در روی اندکس یک سکشن جدید را میسازیم و خب از باز یک کومنت بکنیم پروتفیلو سکشن بازم یک تگ سیکشن میگیریم و میشه برای از این سیکشن شما یک کلاس یا یک آیدی خاص را تعریف بکنید تا بعداً استایل های CSS را که منوال یا خودتان تعریف میکنید برش بر اساس همین کلاس باشه. نام کلاس ازی هم باشه مثلا پروتفیلو. داخل ازی بازم در ابتدا یک تا دیو را میسازیم از شکل کانتینر و دیگه چی دیو بسازم؟ با این شکل است. یک کانتینر باید بسازیم که ساختیم، تمام محتوا داخل کانتینر قرار میگیره. اول یک عنوان باید داشته باشیم و این هم در وسط باشه، بعدش یک پاراگراف خیلی کم است، این هم در وسط است و چند بتن داریم در این قسمت. خب میشه یک تا دیو فعلا بگیریم به شکل تکست سنتر و داخل از این h2 داریم مثلا پروتفیلو در ادامه از این میشه یک تگ پی داشته باشیم تکس از ایرم هم اینجا کپی میگیریم کنترل سی در این قسمت شد اوپس کپی نشد کنترل سی تکس پاراگراف و کنترل وی حالا درست شد. پایین تر از این چند تا بتن را داریم که بازم در وسط قرار داره در این قسمت ها. روی هر بتن اگر کلیک بکنیم در خط اینا سورت میشن به این شکل. زمانی که روی از این بتن ها کلیک صورت بگیره تصاویر ما سورت میشه. خب و این چند تا بتن تعریف میکنیم. البته بازم میتونید یک تا یک تکست سنتر داریم یک دیو در کل تعریف میکنیم برای بتن ها و داخل از این بتن های خود را قرار میدیم. یک بار ببینیم زمانی که کوچک میشه بتنای ما چی شکل را یا چی حالت را به خود میگیره. در وسط است در کل. خب بتن برای زیر کلاس های btn استفاده میکنیم کلاس btn b
BTN dash primary. البته پرایمری در حالت هست که روی از اینا کلیک صورت بگیره. در حالت اولیه پرایمری نیستن. درست؟ زمانی که کلیک میشه یا اکتیو میشه پرایمری هست. کی را باز رو کار میکنیم چه قسمی از jQuery ما کلاس اکتیو را روی بتن ها اضافه بکنیم. یعنی زمانی که کلیک شد روی یک بتن کلاس اکتیو به او اضافه شد. فعلا پس پرایمری نمیمانیم. فعلا میمانیم دیفالت. یا لایت هم میشه بانه. BTN لایت. صفحه خود رفرش بکنیم تا فعلا بتن ساختن شده ولی کانتنت نداره. کانتنت های زیم چی هست؟ All app cart web اینا هستن. All app cart web. خب در این قسمت چند تا بتن هم ساختیم ولی بازم خیلی اینا نزدیک به هم هستن با خود عنوان و خب بس برای کانتینر که تعریف کردیم هم یک مقدار پدینگ در کل تعریف بکنیم. پی وای نظر به محور وای حدود 4 پدینگ داشته باشه. 4 واحد. رفرش. خب یک مقدار پایین تر آمد. بازم کم هست. همون 5 تعریف میکنیم. پی وای باشه 5. بازم در قسمت عنوان فاصله بین خود عنوان و بین پاراگراف کوچک را که در قسمت داریم هم بیشتر باشه. در H2 میشه یک مقداری پدینگ از طرف پایین تعریف بکنیم. یا مارجن. کلاس MB حدود 4 باشه. MB 4 و یه اندازه پدینگ که بازم کم است MB 5 میگیریم. فاصلهش بیشتر باشه. و از خود پاراگراف هم نظر به بتن ها پدینگ داشته باشه. خوب است برای از این دیو که ما برای بتن ها ایجاد کردیم یک مقدار پدینگ تعریف بکنیم. در کل حدود ام وای از نظر به محور ایکس حدود 3 واحد پدینگ داشته باشه. مار پدینگ پی وای سی جان نظر به محور وای منظورم است که پایین تر قرار بگیره. خب است و بازم اگه فاصله بتن ها فکر کنم نزدیک است خیلی میتونیم خود بین بتن ها یک مقدار مارجن بدیم تا این بتن ها از هم دیگه یکم دورتر قرار بگیره. ام اکس مثلا 2 یا 3 اگر بانیم. خوب است. 3 خیلی دور شده. 2 میمانیم. MX2. ولی اگر خواستین یک زمان اندازه دلخواه خود تعریف بکنید برش یا اگر اندازه تان در بوتسترپ نبود میتونید در روی CSS را تعریف بکنید. که بازم در قسمت میگیم زمانی که کرسر ماوز هوور میشه روی از این مثلا رنگ آبی را به خود بگیره. حالت هوورش رنگ آبی باشه. این کار انجام میدیم. بتن های ما هم کدوم کلاس مشخصی نداره کلاس اضافه میکنیم. مثلا prot btn نام بتن نام کلاس شد که در قسمت بتن ها استفاده کردیم. بر اساس همین هوور تعریف میکنیم. در روی css آمده کلاسی بود به نام prot btn dot کلن دو نقطه سر به سر هوور. زمانی که هوور میشه کرسر ماوز ما روی ازی قرار میگیره. background color ازی به چی شکل شده background میگیم البته بلو خیلی تیز میشه. بازم میشه اینسپکت الیمنت بکنیم رنگ دلخواه خود بگیریم که بازم این رنگ را نگرفت میتونیم امپورتنت بکنیم. ولی کالر نه فرق نمیکنه. بک‌گراند یا بک‌گراند کالر ذخیره کردیم. یک قسمتم ذخیره کردیم. حال درست شد. بک‌گراند کالر رنگ آبی میشه ولی خیلی تیز است. میتونیم میره یک مقدار تغییر بدیم. قسمت کدای CSS از این البته باید زمان این اسپکت الیمنت شوه که هوور شده در اون صورت راحت تر میتونید پیدا کنید. حالا به هر صورت میتونیم از اینجا یک رنگ بک‌گراند یک رنگ دیگه ایر انتخاب بکنیم. مثلا باشه زمانی که هوور میشه رنگش باشه یک
همچین رنگ. خوب است، تقریبا همین رنگ میگیریم. کنترل سی و بازم در قسمت CSS بجای رنگ آبی از این رنگ کار میگیریم. حالا زمان صفحه خود رفرش بکنیم و بتن روی هر کدام از این قرار بگیره و این شکل بک‌گراند کالر به خود میگیره. اگه ما بیم صفحه خود را کوچک بسازیم یا در ویوی اسکرین در ویوی موبایل باز شوه، ببینیم ترتیبش درست است یا خیر. تا فعلا تقریبا درست است. زمانی که ما اسکرین خود میم مثلا یک صفحه موبایل ویت باز میکنیم به عرض موبایل، یا اگه از این کده هم کوچکتر بسازیم، ببینیم آیا ترتیبش ترتیبی را که داره از دست میته یا خیر. تقریبا خوب است، یعنی کدام قسمت خراب نشده، دیزاین هایی را که داریم از بین نرفته. در هر حالتش یک بار مد نظر بگیرید. مثلا در حالت SM میتونید یک کار دیگه بکنید. فرض مثال در قسمت در بخش سروایسز برای SM جدا تعریف بکنید. مثلا زمانی که حالت SM را به خود میگیره، جدا از اینکه یک مقداری فاصله از پد از کانتینر داره، مثلا در حالت MD این شکل MD هست. اگه ببینیم یک مقدار دیزاین سروایسز ما خیلی نامنظم تر شده، درست؟ میتونید یک کار بکنید در حالت SMD اینا رو بگین تمام عرض تمام سفر بگیره، ولی بر علاوه از این که مقدار فاصله از طرف کانتینر داره و یه اندازه فاصله میگیره، خودش هم یک مقدار فاصله داشته باشه. یعنی حدود یک کالم را یا دو کالم را میتونید آفست تعریف بکنید در حالت MD برای سروایسز. اگه بیم در قسمت index.html یک از اینا رو فعلا مد نظر میگیریم، در دیو یا سیکشن سروایسز پوینتر از اینجا شروع شده بود. گفتیم کل MD 6، درست؟ یعنی در اسکرین های MD 6 کالم را بگیره. خوب است؟ یا میتونید همین را برای LG بگین، در اسکرین های LG 6 کالم را بگیره. قسمت پایینی را همه میکارم میکنم LG 6 کالم بگیره. حالا در اسکرین LG 6 کالم را میگیره، ولی در اسکرین های MD چی کار میشه؟ در MD عرض تمام سفر را به خود میگیره که بهتر هست، ولی بازم خیلی کشیده به نظر میرسه، درست؟ خیلی کشیده به نظر میرسه. میتونیم یک کار بکنیم، حدود یک کالم از طرف چپ و حدود یک کالم دیگه هم از طرف راست بر از اینا آفست تعریف بکنیم. زمانی که شما آفست تعریف کردید، نیاز دارین در اون صورت آفست در هر حالتش تعریف بکنید. در این قسمت اگه ما بخوایم برای MD offset تعریف بکنیم، میگیم offset MD 1. در حالت MD offset تعریف کردیم یک کالم از طرف چپ، درست؟ ولی باز برای خود MD گفته شده که چند کالم بگیره. میگیم کل داش MD داش 10. این شکلش نسبتاً بهتر است نظر به حالت پایین، چون پایین خیلی کشیده به نظر میرسه، درست؟ میتونیم این کار انجام بدیم. یعنی در حالت آفست، در حالتی که MD هست یا در اسکرین های میدیم متوسط هست، و خود یک کالم آفست بگیره، یک کالم از طرف چپ و یک کالم دیگه از طرف راست. ما از طرف چپ تعریف کردیم، درست؟ ولی از طرف راست به خاطر که تعداد را 10 کالم تعریف کردیم، دیگه نیاز نیست آفست بدیم و آفست از طرف راست داده هم نمیتونید. اگه مثلا در دیوی بعدیتون آفست تعریف بکنید، یعنی برای ازی به این آفست تعریف بکنید، آفست از این درخط در کجا قرار میگیره؟ در این قسمت قرار میگیره. یک بار ببینید، زمانی که ما بیم برای کل همین قسمت بود، بله، برای ازی بگیم آفست داش MD داش 1، یعنی در اسکرین MD آفست بگیره. راستی قبل از ما ایره کل MD 6 کل MD 6 خود درست است. در قسمت یکی گفتیم در اسکرین LG 6 کالم، در اسکرین MD 10 کالم را بگیره، درست؟ 10 کالم را گرفت و یک کالمی که باقی میمونه نمیشه. مثلا یک کانتنت را نداریم که یک کالم باشه، تا اینجا خالی داریم ولی جا به جا نمیشه، چون اندازه از یک کوچک است، یک کالم است. اگه یک زمان کانتنتتان مثلا کمتر باشه، فرض مثال ای 10 کالم نه بلکه 4 کالم باشه، 4 کالم، در اون صورت شما حدود 6 7 کالم خالی دارین. یکی به حیث آفست کار گرفتیم و یکم خود صحیح تعریف شده میشه 5 کالم 7 کالم دیگه خالی داریم. حالا اگر یک کانتنت را داشته باشیم که داخل صحیح 7 کالمی باشه، کنار از این میتونه قرار بگیره. غیر از اون یک قسمت پایین تر گیره، هم میگیم 10 کالم و آفست MD از 1 کل MD از 10.
این رو برای دو تا دیف تعریف کردیم. زمانی که اسکرین ما بازم کوچک میشه، یعنی میرسه در حالت SM، در حالت SM درست است. اگه بازم در حالت SM خواستین، حالت SM این آیکن ما باز اومده بالا قرار گرفته. فکر کنم استایلی رو که تعریف کرده بودیم تنها برای MD هست. بله، این اینجا گفتیم کل MD 2 و کل MD 10، یعنی برای حالت SM دیگه ای رو تعریف نکردیم، یا مثلا برای حالت XS رو تعریف نکردیم. خوب است به جای همین MD ها کلن بگیم کل 2 و کل 10. یعنی چی اسکرین ما کوچک باشه چی بزرگ، در تمام حالت ها این شکل به خود حفظ بکنه. از کل XS گرفته تا کل SM, MD, LG در تمام حالت ها به این شکل باشه، ولی کانتنت دیگه ای را که داریم نظر به اسکرین ها متفاوت تر شده. حالا اگر ما بیم یک مقداری را بزرگتر بسازیم میرسه در حالت MD. قسمت های بالا خوب است برای MD، قسمت های پایین هم نیاز داریم تغییر بدیم، درست؟ و اگر اسکرین ما حتی XL شده که در این قسمت باز یک مشکل به وجود میاد، در حالت XL، در حالت XL ما پیشتر آمده بودیم برای اسکرین MD آفست تعریف کرده بودیم حدود یک کالم را، درسته؟ این یک کالم را گرفته از خود به طرف چپ در حالت MD, LG و XL، یعنی در کل از MD به بالا همون آفست را گرفته. آفست ازی بود یک و خود ازی شش کلمه گرفته بود میشه هفت، و یک آفست دیگه ای را که برای ازی تعریف کرده بودیم میشه هشت. شش دیگه در یک قسمت، هشت و شش چارده کلم را فعلا گرفته همین دو قطعه. با مخاطر هر دوی از اینا کنار هم جا نشده، باید آفست ها را در اسکرین های دیگه بازم تعریف بکنیم که صفر باشه یا آفست نداشته باشه. یعنی در همین قسمت زمانی که گفتیم در MD آفست داشته باشه، ولی باید تعریف بکنیم آفست LG صفر، یعنی در اسکرین LG یا از LG به بالا آفست نداشته باشه، که یک قطعه ازی از همون پایین برداشته شد آفستش. همین کارا باید برای قطعه اولی هم انجام بدیم. به این شکل، یعنی در اسکرین LG دیگه آفست نداره، LG و LG به بالاتر آفست یا کلم اضافه ای را نداره، اما زمانی که اسکرین میرسه تنها در حالت MD آفست داره. بازم اگر اسکرین ما کوچکتر شوه این شکل MD هست، همون آفست خود را داره. کانتنت را ببینید در این قسمت، کانتنت تا این قسمت ها را قرار داره، یا مثلا از طرف چپ تا به این قسمت ها هست، ولی حدود یک کالم آفست داریم برش. واضح است براتون؟ این را به خاطر از گفتیم اگر خواسته باشین صفاتون خیلی ریسپانسیو شوه، یعنی در هر حالت شکل خود یا همون ترتیب خود از دست نته، میتونید در هر حالت خواسته شده برش شکلای خاص را تعریف میکنید. مثلا اگر نیاز بود آفست بتن برش، و اگر نیاز نبود آفست نتین. اما زمانی که آفست را در اسکرین کوچک تعریف کردین، نیاز دارین در اسکرین های بزرگ را پس صفر بسازین یا از بین ببرین. میم همین کارا را برای قطعات پایین تر هم انجام میتیم. اینجا گفتیم کل MD 6 و باید بگیم آفست MD هم نه بلکه LG دیگه، LG 6 آفست MD 1 کل MD 10 و آفست LG 0. این چند کلاس را نیاز داریم که برای دیگرهایش هم کپی بکنیم. کنترل C برای از این قطعه هم، کنترل V و جان LG باید ای چینج شد، ولی این را هم به LG چینج میکنیم، بالا را هم به می شکل LG، ای هم LG. خلاص شد؟ بله. خب ذخیره کردیم، ترتیبش درست است تا و پایین ره، ولی باز یک مشکلی که مانده است. زمانی که اسکرین ما کوچکتر میشه، یعنی از MD هم کوچکتر میشه، میرسه در حالت SM. این قطعه درست است، ولی بالا و قطعات پایین تر از او مشکل داره. این هم باید اصلاح بکنیم. یعنی زمانی که اسکرین میرسه در SM یا مثلا در XS کوچکتر از SM، در او حالت آیکن ما بازم به این شکل باشه. برای قطعات که در اینجا تعریف کرده بودیم کل دو و کل MD دو و کل MD ده، تمام از داره میگیم کل دو باشه. ای هم کل ده و ای هم کل دو،
بیام کل ده و کل دو. بالاتر از این به میشکل کل ده کل دو و یک قطعه که ده بالا منده بود هم اصلاح میسازیم کل ده و کل دو. حالی منظم شد. اگر صفحه قدر رفرش بکنیم به یه شکل است. در اسکرین فعلا SM هست یا شکل تبلت ویو تقریبا و اگر یکی ده هم کوچکتر بسازیم در موبایل ویو بازم همون ترتیب یا دیزاین خود از دست نمیده. منظم هست. خب بازم میم در روی پروفایل و در این قسمت برای تصاویر قطعات را ساختم. در کل در یک رو یا در یک سطر سه تا تصویر هست و زیر هر تصویر یک عنوان هست و مشخص شده که مربوط به کدام کاتگوری هست. در قسمت بالا اگر ببینید اینا را کاتگوری بندی کرده، مثلا All Apps Cart Web. برای هر کدام از اینا یک کاتگوری هم مشخص میکنیم و یک عنوان هم برش میدیم. داخل کارت جور کنیم راحت تر از کار ما. بله. خب قسمت سیکشنی که به نام پورتفولیو بود ما یک تا دیف میسازیم. در قسمت به نام رو کانتینر داشتیم. داخل دیف کانتینر یک تا دیف دیگه ای را ساختیم به نام رو. داخل از دیف رو تقسیم بندی را که انجام میتیم و این شکل باشه دیف کل LG البته در LG بگیریم درسته کل LG 4 یا در MD هم اگر اسکرین خود در اسکرین اصلی را یا نمونه اصلی را اگر برسانیم در حالت MD و چی شکل میشه؟ این تقریبا MD هست دو هسته. در کل LMD 6 گفته شده و در کل LG اسکرین میرسه در LG. در حالت LG چی گفته شده؟ کل LG 4 گفته شده. یعنی در حالت LG 3 تا تصویر کنار هم قرار بگیره، در حالت MD 2 تا تصویر کنار هم قرار بگیره و اسکرین کوچکتر از اون مثلا در حالت SM یک تصویر است فکر کنم. بله یک تصویر است با نامش. خب به این شکل تقسیم بندی میکنیم کلاس های خود را. در حالت LG 2، در حالت MD کل MD 6 و کل 12. این کل 12 که گفتیم SM را هم شامل میشه. XS و SM را شامل میشه. خب داخل از این ما یک کلاس کارت میسازیم. دیو با کلاس کارت. کارت هیدر را نیاز نداریم. باز دیو دیگه ای را میسازیم با نام کارت بادی. کارت داش بادی و فوتر هم اگه خواستین یا میشه در قسمت هیدر تصویر بانیم. بله در قسمت بادی کانتنت شو بانیم. این کار را هم میتونیم. گرچه کارت فوتر هم یک کلاس داخل کارت هست. کلاس های کارت یادتان هست در قسمت بوتستر دیو کارت هیدر. در قسمت هیدر خود تصویر یا ایمیج را میمانیم که البته در اینجا چند تا ایمیج را باید انتخاب بکنیم. بازم اگر در این قسمت خوب دقت بکنید روی تمپلیت یا نمونه ای را که داریم تا حد امکان کوشش شده تصاویر یک اندازه باشه، حتی تمامشان فکر کنیم یک اندازه باشه. در این قسمت اگر شما خواستین این کار انجام بدین کوشش کنید تصاویرتان کلا یک اندازه باشه. یعنی اینطور نشه که یک تصویر خیلی از لحاظ عرض خود زیاد باشه، یک تصویر حالت پورتریت از لحاظ ارتفاع زیاد باشه. تصاویرتان هم اگر یک اندازه نبود در برنامه‌ای مثل فتوشاپ یا بعضی برنامه‌های دیگه را کراپ باید بکنید. یعنی کارهای اولیه دیزاینینگ مثل فتوشاپ اینا را خوب است که بلد باشین. این را کراپ بکنید یا مثلا یک تصویر از لحاظ رزولوشن خیلی کلان هست. و اگر این را قرار بتن در قسمت خیلی وقت زیاد میگیره تا همون تصویر لود شود. کوشش کنید ریسایز کنید اندازه‌ای که مناسب است. فرض مثال اسکرینتان تقریبا حدود ممکن 1800 پیکسل یا 1600 پیکسل باشه و این تصویر برای همین تصویر عرض تقریبا 500 پیکسلی را یا اگر زوم هم شوه عرض تقریبا 1000 پیکسلی را خوب است، کافی است. دیگه بزرگتر از این نیاز نداریم. حتی اگر خواستین یک تصویر خیلی با کیفیت بالا نشان بدین عرض تقریبا 2000 پیکسل کافی است برش یا 3000 پیکسل. اما بعضی تصاویر هست مثلا تا عرض 12000 پیکسل 6000 پیکسل که نباز خیلی وقت میگیره تا لود شود یا اینترنت اگه ضعیف تر باشه خیلی به کندی باز میشه.
و به خاطر تصاویرتان تا جایی که میتونید ریسایز بکنید و کراپ بکنید به اندازه مورد نیاز. حالا چند تا تصویر انتخاب میکنیم که یک اندازه باشن از قسمت پیکچر و تصویرهای امور هم میشه. بله گرچه تصویر یک اندازه هم داشتن به قسمت خیر. در کل همین فولدر شکل کنترل سی و روی دسکتاپ پروژه ما به داخل فولدر به نام پروژکتس و داخل فولدر به نام ایمیجز در این قسمت فولدرش کامل پیست کردیم. خب داخل ایمیجز سلاش نام فولدر که داریم، البته بازم در این قسمت ما تمام تصاویر جدید را که آوردیم داخل یک فولدر ماندیم به نام پروتفیلم. نامش پروتفیلم نیست، هرچی که هست پورتفولیو هرچی که هست. خب پورتفولیو به این شکل هست فکر کنیم سلاش بعد از نام تصاویری که داخل از این فولدر قرار داره. یک از اینا رو کپی میگیریم، رایت کلیک، رینیم، کنترل سی و کنترل وی. این شد نام تصویر. یک بار ببینیم پیش از اون عنوان برش باید بتیم. داخل کارت بادی هستیم و کلاس تکست سنتر هم استفاده کنیم. خوب است تکست ما در وسط قرار بگیره. یک H3 برش میتیم، دو خیلی کلان میشه فکر کنیم. خب این را میمانیم آل یا نامش رو میمانیم مثلا پیکچر و در قسمت یک تگ اسپن میشه بسازیم. بعد کلمه آل رو داخل از تایپ میکنیم. اگر صفحه خود رفرش بکنیم یک بار به این شکل ساخته شده. ولی بازم جان تصویر ما خیلی کلان هست، باید یک مقداری کوچک بسازیم. یا میتونید کلاس ایمیج فلوید را برای ایمیج استفاده کنید. ایمیج فلوید بازم صفحه خود اگر رفرش کنیم تصویر ما فیت شده. ولی ببینید در این قسمت داخل کارت بادی یک مقدار فاصله داره از هر چهار طرف. کارت بادی رو که استفاده کردیم فاصله داره، پدینگ داره. این قطعه کارت هیدر رو ببخشیم. فعلا روی دیو کارت هیدر قرار داریم و خود کارت هیدر اگر قسمت CSSش ببینیم یک مقدار پدینگ داره. این مقدار پدینگش هسته 0.75 REM از طرف بالا و پایین و 1.25 REM از طرف چپ و راست داره. حالا میتونیم همون مقدار پدینگ را صفر بسازیم. برای کارت هیدر میگیم P صفر از هر چهار طرف، پدینگش صفر باشه که تصویر ما فیت میشه در همون اندازه. درست؟ بازم H3 که استفاده کردیم نسبتاً بزرگتر است از H4 کار میگیریم در این قسمت. H4 34 نه 4 H4 خوب است؟ تقریبا مشابه از نسبت یک مقدار فونت ویت از اگه خواستین بزرگتر بکنید. فونت ویت زخامت تکست را بر صورت میتونیم از همین دیو را که ساختیم کپی بگیریم. ولی قبل از او بازم اگر ما میره دوبلیکت بکنم تا به یک قسمت دیو در اینجا شروع شده و در اینجا هم ختم شده. دو کپی، 3, 4, 5, 6 تا حالا 6 کپی گرفتیم به این شکل. نظر به عرضش یک مقدار فاصله داره. درست است؟ عرضش کافی است فاصله ای را که بین هم داره. ولی نظر به ارتفاع از لحاظ فاصله چسبیده به هم آمده. یک مقدار میتونین برای خود کلاس کل LG4 یا برای از این دیو یک مقدار پدینگ از طرف پایین تعریف بکنید. مارجین ببخشید. مارجین از طرف پایین تعریف بکنید. یک بار کنترل زد میکنیم تا به پیشتر. برش میگیم MB margin bottom باشه حدود 3 واحد. حالا اگر دوبلیکیت بکنیم شارتکت دوبلیکیت در برنامه اتون کنترل شیفت دی هسته. کنترل شیفت دی اگر بزنید کد را که انتخاب کردیم تکرار میکنه براتون. ذخیره کردیم، صفحه خود را رفرش کردیم، نسبتا خوب هسته. 4 اگر بگیریم جان؟ 4 بزنید که تقریبا هم اندازه میشه.
کل ام مارجن باتوم 4. دوباره از همین کدای خود کپی میگیریم. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. در هر نقطه همون تصویر تکرار شده، میتونیم علی خیلی راحت تصاویر خود تغییر بدیم. راستی بازم پیش از او من اینا رو تکرار نمی کنم تا فعلا ره کل ام جی 4. در این قسمت کتگوری میتونید برای کتگوری یک آیدی مشخص بتین که روز بعدی بخیر کار میکنیم بر اساس جاوا اسکریپت، بر اساس همون کتگوری ها اینا فیلتر شود. فعلا اگر ببینید در تمپلیت یا نمونه ای که داریم در کتگوری آل خود تمام شامل میشه، ولی زمانی که کلیک میشه روی اپ تنها چند تصویر را نشان میده که فرضاً کتگوری اپ را داره، یا اگر کلیک شوه روی کارت چند تصویر را نشان میده که کارت داره، یا مثلا کلیک شوه روی ویب چند تصویر را نشان میده که مربوط به ویب میشه، و زمانی که شما روی از این گزینه کلیک کنید تصویرتون زوم میشه که نه کلا از طریق جی کیوری صورت میگیره، یا اگر از جاوا اسکریپت هم کد بکنید خودتون امکانش هست. گرچه در اینجا یک پلاگین کار گرفته شده که پلاگین و نحوه استفاده از اون فردا براتون میگم. ولی فعلا میتونید یک آیدی خاص را تعریف بکنید، مثلا آیدی ازی باشه تصویر اول بود نه آل خود تمامش هست، این از اپ هست، فرضاً از ویب هست، حال یک کتگوری میمانیم برش این ماندیم با نام اپ، و حال تصاویر دیگه تانم به می شکل یک آیدی خاص بتین، یا فرضاً یک آیدی مختلف بتین تا بر اساس همو آیدی بعدن سورت شده. البته ای آیدی را برای یک قسمت نه، بلکه کنترل اکس برای ازی باید تعریف بکنیم، درست؟ یعنی میگیم زمانی که روی همون فیلتر کلیک کردیم در خط همی دیوره آیا نشان بته یا نشان نته، ولی در اینجا کلمه ای آل را فعلا آل نه بلکه اپ را میمانیم. حالی میشه کپی بگیریم ازش 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. تصاویرهای مختلف را هم درج میکنیم، برای هر نوع قطعه میشه تصاویرهای مختلف استفاده کنیم. پوینتر از او پیکچر، خب ای شد پیکچر یک، برای بعدیش پیکچر پروتفیلو دو هست. نمایش هم به ترتیب مانده، فقط کافی است شماره یزی را تغییر بدیم. 3, 4 این هم باشه 5، و این تصویر ششم، تصویر هفتم، هشتم و این هم شد 9. ذخیره کردیم، دوباره از صفحه خود اگر رفرش بکنیم همون تصاویرها رو به این شکل میبینیم. برای زنها هوور تعریف میکنیم، زمانی که کرسر ماوس آمد روی تصویر در اون صورت یک هوور به خود بگیره مشابه به این زمانی که کرسر ماوس رویش میگیره میایه یک رنگ سیاه میگیره، ولی سیاهی کامل نیست، نیمش شفاف هست. و خوب بود برای تمام از این کلاس ها، برای تمام ایمیجای خود ما یک کلاس یا یک آیدی تعریف میکردیم، متاسفانه که نکردیم. خیر مجبور دانه دانه باز تعریف بکنیم برای تمامشون. میشه در یکش کار کنیم. برای در یک قسمت یک کلاس تعریف میکنیم، مثلا ایمیج هوور، این زمانی که ایمیج هوور شد یک نام ماندیم برای زی. بازم در قسمت CSS خب هوور کلاس برای خود هیدر تعریف کردیم، و میگیم زمانی که کرسر ماوس آمد روی همو هیدر، دیو هیدر، در اون صورت یک رنگ را به خود بگیره، بک‌گراند کالر به خود بگیره. از ریکارد مجبور بگیم کار را که انجام دادیم به این شکل، در قدم اول آمدیم برای خود کارت هیدر یک بک‌گراند دادیم، بک‌گراندی مثلا سیاه، درست؟ و بعدن برای خود ایمیج، کلاس را که به نام برای ایمیج تعریف کرده بودیم به نام ایمیج هوور، برای ازی گفتیم زمانی که روی همو کلاس یا روی ایمیج ما اوور میشه اپسیتی از این کم شوه، یعنی برسه به 40% یا 0.4، و زمانی که رسید به 0.4 در اون صورت بک‌گراند خود را قابل دید میسازه، بک‌گراندی که سیاه بود او را ما در حقیقت میبینیم. و حالا هم زمانی که کرسر ما از روی از این هوور میشه، البته همینجا
نیاز داشتیم برای تمامشان کلاس معرفی کنیم. خیر، زمانی که بک‌گراند کارسر ماوس روی همین قسمت هوور میشه، در اون صورت بک‌گراند تا جای خود را نمایان میسازه. حدود 40% تصویر مخفی میشه یا خیره میشه، بک‌گراند ما 60% قابل دید هست. یا اگر ایره شما مثلا تعریف بکنید اپاسیتی را 1، یعنی 10% فقط بک‌گراند دیده شود، تصویر دیده شود، 90% دیگه بک‌گراند دیده میشه که تقریبا کامل رنگ سیاه را به خود میگیره. میتونیم از طریق اپاسیتی کار راحت انجام بدیم. و در این قسمت چیز دیگه ایره که استفاده کرده با ترانسیشن هسته، یعنی همون کار یک مدت زمان را هم بگیره، زمانی که هوور میشه تبدیل رنگ سیاه یا تبدیل تصویر به رنگ سیاه یک مدت زمان را هم بگیره. میشه برایش یک مقداری ترانسیشن تعریف بکنیم. ترانسیشن مثلا حدود 0.9 میلی سکند. حالا اگر کارسر ماوس خلا بازم هوور بکنیم، مدتش خیلی کم است، 1.5 اس بیشه. حالا بهتر شد، 1 ثانیه را، 1 ثانیه هم زیاد میشه، 0.86. زمانی که کارسر ماوس روی از میه خیلی شکل بهتری گرفته. به این شکل رنگ سیاه نمایان میشه و بک‌گراند ما یا تصویر ما خیره تر میشه. خب ادامه ازیرم، بخیر، فردا کار میکنیم. جای سوال است از کار امروز؟